دوازدهمین روز از اعتراضات سراسری در ایران در جریان و بسیاری از معترضین از اصناف و مشاغل مختلف دعوت کردند که با اعتصاب و حاضر نشدن در محل کار به معترضین بپیوندند. در همین ارتباط گفتگو می‌کنیم با پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر پیشین گروه ملی فولاد اهواز که از ترکیه با ما هستند. آقای شجیراتی، واکنش کارگران و تشکل‌های کارگری نسبت به وقایع اخیر و خواست‌های تظاهرکنندگان چیه؟ تشکل‌های مختلف از همون روزهای ابتدایی شروع اعتراضات بیانیه‌های مختلفی دادن نسبت به شرایطی که حکومت پس از قتل مهسا امینی و همینطور سرکوب معترضان به وجود آورد واکنش نشون دادن و بیانیه‌های متعدد دادن. کارگران بخش‌های مختلف هم به هر حال اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های خودشون رو دادن، اما این اقدامات حتما کافی نیست. خیزش و قیام توده‌های مردم معترضی که امروز تو خیابون هستن بدون وصل شدن به اعتصاب‌های عمومی و سراسری‌تر در بخش‌های تولیدی و خدماتی و صنعتی شانس کمی برای موفقیت و به سرانجام رسیدن داره. بنابراین مهمه که کارگران و تشکل‌های کارگری به صورت وارد عمل بشن و تلاش بکنن که این اعتراض‌ها به تاکتیک اعتصاب عمومی گره بخوره. همین الان که اعتصاب معلمان، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها در جریانه، خب فرصت بسیار مغتنمیه تا جنبش کارگری اعتصاب‌های کلیدی خودش رو به جریان بندازه. این فضا امروز در جامعه ما مهیاست. لحظه به لحظه اون چه که امروز در خیابان‌های امروز در حال رخ دادنه حساس، مهم و تعیین کننده است و درسته که بخش عمده ای از کسانی که این روزها در مبارزه و خیزش مردم در خیابان‌ها حضور دارند از بین خود کارگران و مزدبگیران و خانواده‌های اونها هستند، اما این مبارزه برای پیروزی و برای موفقیت تقویت نخواهد شد مگر اینکه جنبش کارگری با سلاح اعتصاب خودش وسیعاً و فوراً وارد عمل بشه. آقای شجیراتی، آیا سکوت برخی از تشکل‌های کارگری مثلا مثل شرکت نفت دلیل یا دلایل خاصی داره؟ خب اتفاقا برعکس اون که شما گفتید، تشکل‌های کارگری و کارگران سکوت نکردن. ما همین یکی دو روز گذشته خب زمزمه‌هایی از مراکز مهمی مثل راه آهن و همینطور از در واقع کارگران شرکت نفت به گوشمون رسید. کارگران پروژه‌ای نفت به طور مشخص خب بیانیه دادن و اعلام کردن که اگر سرکوب به همین منوال ادامه پیدا بکنه اونها ناچارن که دست به سلاح در واقع اعتصاب ببرن و همین امروز هم در واقع بخشی از کارکنان واحدهای عملیاتی شرکت نفت هم اطلاعیه دادن، بیانیه دادن و اعلام آمادگی کردن برای وارد شدن به اعتصاب. فراخوان‌های هشداری که از این مراکز منتشر شده ثابت می‌کنه که زمینه‌های عملی اقدام به اعتصاب در مراکز کاری و کارگری نه تنها موجوده بلکه در حال تقویته، اما همونطوری که عرض کردم این روند نیازمند دخالت نیروهای پیشرو و آگاه در جنبش کارگریه که بتونن با ایجاد همبستگی و اتحاد بین بخش‌های مختلف کارگری اعتصابات سراسری رو سازمان بدن، اعتصاباتی که قادر باشه در واقع حکومت رو به اصطلاح از پا در بیاره. همین الان که اعتصاب معلمان و دانشجویان و اساتید دانشگاه در جریانه، به نظر فرصت بسیار مغتنمیه که جنبش کارگری اعتصاب‌های کلیدی خودش رو به جریان بندازه و این کار به صورت عملی ممکنه که هر لحظه اتفاق بیفته. سپاسگزارم. پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر پیشین گروه ملی فولاد اهواز از ترکیه با ما.